کمیته‌های پارلمانی و سازمان‌های حقوق بشری در محکومیت اعدام جنایتکارانه مجاهد قهرمان علی صارمی. کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک متشکل از پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی این کشور به ریاست دیوید کیلگور با صدور بیانیه اعدام جنایتکارانه مجاهد قهرمان علی صارمی را محکوم و اعلام کرد. از دولت کانادا می‌خواهیم رهبران رژیم ایران را پاسخگوی جنایاتشان بداند و برای سلامت خانواده آقای صارمی و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، به خصوص آنهایی که در ارتباط با ساکنین اشرف حکم اعدام گرفتند، سخت فشار بیاورد. ما از دولت‌های آمریکا و کانادا می‌خواهیم صدای مردم آزادی‌خواه ایران و صدای افکار عمومی خودمان را بشنوند و برای لغو نامگذاری مجاهدین و تضمین فوری امنیت و حفاظت ساکنان اشرف بلادرنگ اقدام کنند. در ایتالیا انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید اعدام مجاهد قهرمان علی صارمی را محکوم کرد و در اطلاعیه خود نوشت: علی صارمی 63 ساله توسط مقامات رژیم ایران به اتهام محارب و به خاطر هواداری او از سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شد. رژیم ایران در 20 سال اخیر بارها او را به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دستگیر و زندانی کرده بود. بازتاب جهانی اعدام جنایتکارانه مجاهد قهرمان علی صارمی به دست دژخیمان خامنه‌ای. اعدام جنایتکارانه برجسته ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران به دست دژخیمان فاشیسم مذهبی حاکم در رسانه‌های جهان همچنان بازتاب دارد. از شرق الاوسط، تایمز مالی در انگلستان، خبرگزاری و رادیو تلویزیون نروژ، کوریر سوئیس، خبرگزاری کرونوس و روزنامه‌های کوریر دلا سرا و ایل فولیو ایتالیا، سیدنی مورنینگ هرالد، نشنال امارات متحده عربی، کویت تایمز و عرب تایمز گزارش‌هایی را منتشر کردند. کوریر دلا سرا نوشت روش حیرت آور رژیم ایران سرعت دادن در اعدام محکومین در جشن‌های پایان سال است. رژیم ایران این زمان را انتخاب کرد تا موضوع به سکوت برگزار شود، ولی در عوض این اعدام سر و صدای زیادی ایجاد کرد. علی صارمی به خاطر عضویت در مجاهدین خلق شناخته شده ترین سازمان ضد رژیم اعدام شد. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت مریم رجبی این اعدام را عملی پست و رذیلانه نامید و به خانواده صارمی تسلیت گفت. خبرگزاری کرونوس ایتالیا گزارش کرد علی صارمی 63 ساله عضو مجاهدین خلق در روز 28 دسامبر بعد از سالها تحمل زندان اعدام شد. برادر او به دستور وزارت اطلاعات به دلیل نصب عکس برادرش بر روی ویترین مغازه‌اش دستگیر شد. مقامات رژیم ایران درخواست خانواده‌اش برای تحویل گرفتن پیکر علی صارمی را رد کردند. از شرق الاوسط زیر عنوان رخدادی در یک واژه نوشت اعدام زبونانه. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای در پاریس اعدام صارمی را محکوم کرد.